حکومت تاجیکستان کانتی لایک و مرگی بالا که در ولایت سوغ جایگیر است به حساب پرداخت قرض تسلیم نمود. با کارهای استخراج تیلا شرکت خیتایی تبیه مشغول خواهد شد. چی طوری که ای دیلی 16 اپریل اطلاع داد، پیشتر شرکت مذکور برای استخراج کانهای تیلایی و کانهای انگیش در دوآبه شرقی سندهای اجازتی دسترس کرده بود. یادرس میکنیم که شرکت تبیه یگانه شرکت خیتایی نیست که در تاجیکستان با استخراج کانهای تیلا مشغول می باشد. غیر از این اکثریت شرکت های استخراج کانهای تیلا در تاجیکستان خارجی هند. مثلا کانهای ترار، جیلاو، چاره و زرفشان از طرف شرکت زی جین ماینینگ، کانی پکرود باشد از طرف چینا نان فرروز گولد لیمیتد کار کرد کرده می شود. از همه کانی تیلای بزرگ در تاجیکستان شرکت مشترکی زرفشان بوده 70% کار کرده اکثریت کانهای تیلایی راست می آید. کانی مذکور بر عهده شرکت زی جین ماینینگ گروپ کمپانی لیمیتد می باشد که 75% سهمیه های آن به خیتایی ها متعلق است. یادرس میکنیم که رژیم سکولاریستی فساد زده رحمان منتظم ملک مردم را به خیتایی ها می دهد. در اینجا نه تنها بایگری های زیر زمینی بلکه منطقه های کلان نیز داخل می شود. مثلا سال 2013 به خیتای زمین تاجیکستان با مساحت 1158 کیلومتر مربع سپرده شد. یادآوری باید کرد که طبق اسلام همه نمودی بایگری های زیر زمینی باید بین شهروندان دولت برابر تقسیم شود. قانون مذکور از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته شده است. مسلمانان در سه چیز آب، چراگاه ها و آتش شریکند.